صحبت های جنجالی سعید سهیلی کارگردان گشت ارشاد درباره ریحانه پارسا. فیلم گشت ارشاد که به خاطر حضور ریحانه پارسا حواشی زیادی پیدا کرد و احتمال لغو و ممنوع شدنش و اکران نشدنش مطرح می شد، الان برخلاف انتظار سعید سهیلی صحبت های در تعریف و تمجید ریحانه پارسا انجام داد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، این صحبت ها رو با هم میشنویم و میبینیم که چی گفته سعید سهیلی راجع به ریحانه پارسا. یادتونم نره کانال رو سابسکرایب کنید و اون دکمه قرمز رنگ رو روش کلیک کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. سعید سهیلی امروز یه مصاحبه با تلویزیون تیوی پلاس انجام داد و توی این مصاحبه به سوالات مختلفی درباره فیلم گشت ارشاد پاسخ داد. مجری برنامه در بخشی از گفتگوی خود با این کارگردان سینما موضوع مهاجرت ریحانه پارسا بازیگر گشت ارشاد 3 رو مطرح کرد و گفتش که فکر میکنم ریحانه پارسا با مهاجرتش و کشف حجابش ضربه بزرگی به شما زد. آیا او رو بخشیدید؟ فیلمتون چه آسیبی دید؟ میدونید ریحانه پارسا اصلا چرا رفت؟ اما سعید سهیلی یه پاسخ جالب به این مجری دادش و گفتش که من و تو اصلا چی کاره ایم که آدم ها رو ببخشیم یا نبخشیم؟ ریحانه پارسا چی کار کرده که ما رو ببخشیم یا نبخشیم؟ یه آدم تصمیم گرفته سفر کنه، مهاجرت کنه، چه ربطی به من داره؟ بعضی از آدم ها مثل ستاره هستن، در هر جای دنیا که بروند دیده میشن، مثل گلشیفته فرانی که ستاره است. وقتی ایران بود در آسمان سینمای ایران دیده میشد، وقتی هم که مهاجرت کرد در آسمان سینمای دنیا دیده میشه. اگر ریحانه پارسا هم ستاره باشه که امیدوارم باشه، در هر جای دنیا که باشه او رو خواهیم دید، اگرم نباشه هم محو و فراموش میشه. بعدم در ادامه این مجری دوباره پرسید که به نظر شما که ریحانه پارسا کار کردید آیا اون میتونه ستاره بشه؟ و سعید سهیلی پاسخ داد که من با بازیگرای زیادی کار کردم و اینجا شهادت میدم که در مدت فیلم برداری گشت ارشاد 3 من دختری معصومتر، محجوبتر، آرومتر و بی‌حاشیه‌تر از ریحانه پارسا ندیدم. بازیگران میان، خیلی هاشون با گوشیشون ور میرن، شیطنت هایی تو اتاق گیری میکنن، اما صدای این دختر هیچ وقت در نیومد. البته من قبلا درباره اون حاشیه‌های زیادی شنیده بودم و انتظار داشتم که یه دختر جنجالی باشه بیاد سر صحنه، که حتی احتیاج باشه 2-3 نفر رو بذارم که فقط اینو کنترل کنن که یه وقت مشکلی پیش نیاد. ولی خب برعکس چیزی که فکر میکردم، اون اصلا صداش هم در نیومد. باید ببینیم که چیکار کردیم که کسی مثل گلشیفته فرانی و ریحانه پارسا دارن میرن. چه باید انجام دهیم که این آدم‌ها نرن؟ خب رفقا، این بودش صحبت‌های سعید سهیلی راجع به گلشیفته فرانی و ریحانه پارسا و قضیه مهاجرتش و اینکه آیا به فیلمش صدمه زده یا نه. نظر شما راجع به صحبت‌های سعید سهیلی چیه؟ به نظرتون حرفش درسته و ما نباید آدم‌ها رو به این شکلی که حالا مجری قضاوت کردش قضاوت بکنیم؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت‌های این ویدیو برامون بنویسید. اگرم این ویدیو رو دوست داشتید که حتما لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگرم دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید. همیشه شاد و سلامت باشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار. پیشنهاد می‌کنم یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.